درود بر همگی شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه هر کجا که هستید و برنامه اکسترا تایم رو میبینید از کانال یک در لس آنجلس، منتها نه از روی ماهواره در آمریکا و کانادا، بلکه از روی سایت ch1.cc. امروز من در هر دو پیجم در فیسبوکم اطلاعیه گذاشتم که این ماهواره آمریکای شمالی که میدونید نزدیک دو هفته است که قطعه، شاید در آینده نزدیک هم وصل نشه و شاید هم اصلا وصل نشه به خاطر هزینه های گزافش و اینکه نیازی هم نیست. اگر شما عادت کنید که از جی ال باکس و یا سایت ch1.cc برنامه های کانال یک از جمله برنامه اکسترا تایم رو ببینید، ما نیازی به ماهواره نداریم که به قول معروف توی روز روشن جیبمون رو بزنند. حقیقت میگم خدمتتون. به هر حال خیلی خوشحالم اونایی که ما رو میبینن تصویر و صدای ما رو دارن از این دو طریق که خدمتون عرض کردم، بسیار خوشحالیم که در خدمتون هستیم و در برنامه امشب میپردازیم به چهار بازی که از لیگ برتر فوتبال ایران هفته 26 انجام شد امروز. جدول رو مرور میکنیم چون تمام تیمهایی که امروز بازی کردن از رده های 1 تا 8 جدول بودن و بسیار بسیار بازی های هیجان انگیزی بود. بهتون مژده بدم که در این 4 بازی 19 گل رد و بدل شد، متوسط 4.75 صدم گل در هر بازی و بسیار هیجان انگیز. اتفاقات جالبی افتاد، نتایج جالبی به دست اومد. همچنین پلی آفس NBA تصویرش کاملا روشن و قطعی شد. 16 تیمی که به دور پلی آفس رسیدن، 8 تیم از کنفرانس شرق و 8 تیم از کنفرانس غرب، برنامه‌شون اعلام شده. از روز شنبه از ساعت 9 صبح به وقت غرب آمریکا یا پاسیفیک بازی‌ها آغاز میشه و تا تقریبا میتونم بگم نیمه جون، ماه جون که قهرمان مشخص میشه، ما یک 2 ماه بسیار بسیار هیجان انگیزی رو خواهیم داشت. امشب میخوایم همچنین یادی بکنیم از یکی از خوبهای فوتبال ایران که همین اخیراً از فوتبال کنارگیری کرد، وحید هاشمیان، که میدونید در کار مربیگری هست و کلاس‌های مربیگری رو در آلمان، کلاس‌های پایه‌ای رو تمام کرده. نمیدونم تا چه درجه رسیده، به هر صورت خودش توضیح میده. یک روز با وحید هاشمیان یک ویدیو داریم که بسیار ممنونیم از تولید کنندش و مصاحبه کنندش و این رو هم برای شما پخش میکنیم. خب اجازه بدید از لیگ برتر آغاز کنیم. بازی‌های بسیار خوبی انجام شد، بهتون قول میدم. امیدوارم که آقای کیروش که دستیارانش در استادیوم بودن، امیدوارم خودش هم این بازی ها رو ببینه. از خجالت آقای کیروش در اومدن به قول معروف، اینکه مرتب میکوبید لیگ ما رو و لیگ ما درشی نمیارزه و نمیدونم فلان و بهمان. امروز بازی های خوبی رو داشتن تیم ها. بازی اولی که میبینید بازی تراکتور سازی تبریز با تیم سایپای البرز کرج است. سایپا دیشب هم بهتون گفتیم یک تیمی است که با ثبات، نتایج خیلی بدی نمیگیره اگه هم ببازه، همیشه رقیبه، همیشه عرض کنم که میجنگه برای فوتبال. فوتبال خوبی هم تحت نظر آقای مجید جلالی بازی میکنه. تراکتور سازی از اون سو واقعا اون به قول معروف ایجش رو از دست نداد بعد از رفتن رسول خطیبی با آمدن تونی اولیویرا و همچنان روی روند خوبی پیش میره، در بالای جدول هست. خب میریم به ورزشگاه یادگار امام تبریز، جایی که بیش از 25,000 نفر حضور داشتن و بازی تراکتورسازی و سایپا رو خلاصش رو با هم می‌بینیم. در تیم سایپا و تراکتورسازی حبیب گردانی رو ارسال میکنه به تیرک دروازه و آپورت میکنه. یه صحنه قشنگ و دیدنی، یه ضربه خوب از حبیب گردانی. حبیب گردانی و آندو تیموریان، حالا آن دو ارسال میکنه بر روی دروازه. ضربه سر اول رو بازیکن سایپا میزنن، در یک رفت و برگشت ضربه که محکم از کیانی که از کنار دروازه توپ به بیرون میره. علی زینالی در حرکت میکنه، ارسال بلند با ضربه سر، اشتباه مدافعان تیم تراکتور سازی و گل. اشتباه حبیب گردانی و توپی که وارد دروازه میشه، محمد نصرتی گل میزنه. سایپا 1 تراکتور سازی 0. خوشحالی بازیکن تیم سایپا که از اشتباه مدافعان تیم تراکتور سازی استفاده کردن. سایپا 1
خب یک وقفه کوچیکی پیش اومد، درست میشه حتما، خیلی سریع هم درست میشه. کامپیوتر کرش کرد و بنابراین فرصت بدید به آقای دیاکو که معمولا دستش هم خیلی فرزه، این رو اصلاح میکنه. جمعیت خوبی اومدن به ورزشگاه، ولی من فکر میکردم که بیشتر از این جمعیت برای این بازی بیان، ولی به هر صورت جمعیت قابل احترام و خوبی بود. به طور کلی امروز در استادیوم ها جمعیت خوبی برای تماشای بازی ها اومده بودن، ولی از بازی ذوب‌آهن و نفت تهران باید بگیم که نه، در اونجا نمیدونم، ورزشگاه فولادشهر مثل که خیلی دور از اصفهان و سخت دیگه، نمیتونن دیگه با اون وسایلی که باید بیان و نمیدونم تاریکی شب و نمیدونم خیلی چیزایی دیگه، من بارها داستانها شنیدم که رغبتی ندارن که در این است. باید وقتی ما میگیم که جمعیت بیاد، خب میگیم باید کیفیت فوتبال خوب باشه، نمیدونم برنامه ها و بازی ها منظم باشه، اینا عوامل چه، بلیت فروشی به شکلی باشه که راحت باشن مردم و از نظر اقتصادی براشون قابل چی میگن بهش، به قابل تحمل باشه. اما از سوی دیگه خود ورزشگاه و راه های رسیدن به ورزشگاه هم باید سهل و راحت و عرض کنم که بی خطر باشه، نه اینکه تماشاگر از این که بخواد بره استادیوم عذاب بگیره، بترسه که حالا میخوام بریم استادیوم چجوری، میخوام شب برگردیم، چه ساعت، چند ساعت باید زودتر بریم، نمیدونم اینا باعث میشه که تماشاگر دل زده بشه. بعد خود استادیوم هم خب باید امکاناتش درست باشه، امکانات آبریزگاهش، غذاییش، نمیدونم مثلا در استادیوم تبریز که همین الان بازی رو مشاهده میکنید، شما از جایی که ماشینتون رو پارک میکنید تا به استادیوم برسید کلی باید روی تپه و ماهور راه برید تا برسید به درب ورودی استادیوم. خب این خودش دردسر دیگه. به هر صورت اینا همه باید درست باشه، در کنار این که ما میگیم فوتبال هم باید خوب باشه، فوتبال هم نباید توش وقفه بیفته. من حالا یه چیزی، حالا همینطوری فرصت داریم که چند لحظه صحبت کنیم، آقای کیروش یه چیزی در حدود 20 بازی تدارکاتی و 8 تا اردوی تدارکاتی میخواد برای آماده شدن برای این جام جهانی و جام ملت‌هایی که در پیش داریم. خب یعنی 20 تا بازی تدارکاتی نمیخوان هر برای هر بازی دو سه هفته لیگو تعطیل کنن؟ واقعا اگر اینطور باشه ما باید فاتحه لیگمون رو به طور کلی در 3 سال آینده بخونیم و اصلا ول کنیم دیگه، دیگه لیگی وجود نداشته باشه، چون میخوام 6 هفته 5 هفته 4 هفته بازی داشته باشیم، بعد 2 هفته تعطیل باشه، باز دو مرتبه بازی داشته باشیم، باز 2 هفته، تا اینطوری نمیشه فوتبال بازی در تمام کشورها. من نمیدونم آقای کیروش که خودش در اروپا به دنیا آمده، در موزامبیک البته به دنیا آمده، ولی در اروپا بزرگ شده، با فوتبال اروپا زندگی کرده، به این شیوه کار خودش اگه تو اروپا بود چه میگفت؟ چرا باید چنین چیزی رو ما به فوتبالمون تحمیل کنیم؟ اگر اولا راجع به کلندر و تقویم فوتبالمون باید یه تجدید نظر کلی بشه، بعد از این همه سال که من این صحبت با شما میکردم که ما اصلا نباید تقویم با تقویم اروپا یکسان باشه، ما تقویم باید با کنفدراسیون فوتبال آسیا یکسان باشه، با لیگ‌های بزرگ آسیا یکسان باشه مثل ژاپن، کره. و اینو دیدم که برای اولین بار آمدن، فکر کنم خبرگزاری مهر بود، این اومدن بهش اشاره کردن و راجبش صحبت کردن که بله ما کارمون غلطه، چون در همون زمان شما ببینید تیم پرسپولیس، تیم تراکتور سازی، تیم فولاد، تیم نفت، اینایی که در لیگ قهرمانان آسیا هستن، حالا فرض کنیم پرسپولیس و نفت که وضعشون بهتره، شاید به دور دوم برن که امیدواریم برن، و بعد که میرن به دور یک چهارم نهایی که میشه ماه سپتامبر، اولا من نمیدونم این وقفه رو برای چی میگذارن، تازه اونجا تیم‌ها همه عوض میشن. پرسپولیس که خب حالا بالاخره سرمربیش یکم زودتر عوض کرد، ولی معمولا اینطوری که پرسپولیس در 12 تا بازیکن عوض میکنه، تیم یه چیز دیگه میشه. من نمیدونم چرا اف سی اصلا همچین اجازه رو میده. لیگ ایران باید تطبیق بکنه با لیگ کشورهای بزرگ آسیا و همچنین تقویم اف سی، و اون وقتش هم حرف خیلی خوبی هم که زده شده بود قبلا هم من به شما گفته بودم، اینجا تکرار شد در این مقاله، که آقا ما فصل خوبی رو که فاصله بین مثلا فرض کنید اسفند ماه، ما باید اسفند ماه لیگمون رو شروع کنیم و حوالی عرض کنم که مرداد یا نمیدونم شهریور لیگمون رو سپتامبر تموم کنیم، که این بهترین فصل در سراسر ایرانه. حالا یه جایی ذره گرمه، خیلی خوب تقویم رو یه جوری بچینید که در بهار مثلا در آبادان و اهواز و نمیدونم اینجور جاها بازی کنن تیماشون و بعد مهمان باشن در
خرداد و تیر و مرداد از این صحبت ها، و بعد نیان توی گل و شل و برف و باران و نمیدونم در انزلی و در اینها در تبریز و این مسائل، همه اینا از این مشکلات مقدار زیادیش از بین میره. من نمیدونم درست شد یا نشد. نه درست نشد. پس بریم خونه ها. عجب. It's not that video, huh? It's the whole thing. خیلی خوب. ببینیم که چیکار میکنیم. من میترسم نتیجه رو بگم و برم جلو بعد درست بشه و ما اینجا شرمنده بشیم. وقتی به شما میگفتم که به ما بودجه بدید که ما بتونیم کار کنیم، شما کار میخواید ولی ما بودجه نداریم. خیلی آشونه بالا انداختن، خیلی توجه نکردن. اینه داستان. وضعیت اقتصادی خوب نیست. خب حالا اینکه کرش کامپیوتره، ولی خب به هر حال دستگاه هم نیاز به تعویض و تعمیر و نمیدونم اینها داره و کلن دارم به این نتیجه میرسم که ما داریم خیلی وقت خودمون رو تلف میکنیم. بله. خب من برم با نتایج جلو دیگه. حالا تصویر که اومد میتونیم نشون بدیم. خیلی خب داشتیم بازی نفت و بخش تراکتورسازی و سایپا رو نشون میدادیم به شما. به شما بگم که تیم تراکتورسازی بعد از اینکه 1-0 از سایپا عقب افتاد، موفق شد 2 گل در دقایق پایانی به تیم سایپا بزنه و در کورس قهرمانی، حالا بهتون نمیگم که چه شد بازی بعدی که لو نداده باشم، همه نتایج رو یواش یواش هم صحبت میکنم که امیدوارم تصویر برسه و فکر میکنم داریم به یه جایی میرسیم. رسید. بله. خب اگه یه 30 ثانیه دیگه من وراجی میکردم، نتیجه تراکتورسازی سایپارم بهتون نمیگفتم، خیلی بهتر بود. خب یه گلو که دیدیم، نه یه گل از همون جایی که سایپا دیدیم گل زد و حالا میریم روی ادامه کار. خوشحالی بازیکن تیم سایپا که از اشتباه مدافعان تیم تراکتورسازی استفاده کردند. سایپا 1-0. آقای پورغلامی هم با آقای جلالی صحبت میکنه. حبیب گردانی یه جورایی پاس گل انداخت و اشتباه میکنه، به راحتی دروازه تیم تراکتورسازی رو ابراهیم شکوری ضربه رو میزنه و از کنار دروازه توپ به بیرون میره. یه پاس کوتاه رو میندازه بازیکن تیم سایپا، توپ رو میبرن گوشه محوطه جریمه نصحتی، برای ابراهیم صادقی از راه دور شوت رو میزنه و حامد لک توپ رو کنترل میکنه. آن دو تیموریان توپ رو ارسال میکنه، ضربه سر اول رو بازیکن تیم سایپا میزنن، دوباره ارسال توپ، یه ضربه سر و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. ارسال بلند با ضربه سر توپ رو میندازن، فرصت برای تیم سایپا و حامد لک که بالاخره توپ رو جمع میکنه. برای آن دو تیموریان و باز هم کرنر. زیادی که تا به اینجای کار ثمری نداشته برای تیم تراکتورسازی. گرسال یه ضربه، یه موقعیت و که به بیرون میره. شاهین ساقبی. کیانی دوباره برای ایران پوریان، فرصت برای تراکتورسازی داره ایجاد میشه، در حرکت میکنه، یه پاس قشنگ کامدار، یه ارسال، یه موقعیت، باید سریع تصمیم بگیره. حالا لوسیانو ادینهو و توپی که به بیرون رفت. کامدار پا به توپ جلو میره، فرصت برای ضد حمله داره ایجاد میشه. آن دو تیموریان، یه پاس قشنگ، لوسیانو ادینهو و دروازه‌بانی که از دروازه
خارج شد. اگر به توپ برسه ایران پوریان که رسید و ارسالش رو هم انجام داد، فرصت برای تیم تراکتورسازی، یه ضربه و دروازه‌بان تیم سایپا که توپ رو کنترل کرد. برای کامدار، او هم عقب‌تر برای آن دو تیموریان در عرض. ایران پوریان گرسال رو انجام میده و دروازه‌بان تیم سایپا روی توپ اثر میذاره و توپ به بیرون. ابراهیم صادقی منطقه بازی را به خوبی عوض میکنه، فرصت برای تیم سایپا، وارد محوطه جریمه میشه، یه پاس رو میندازه اما به بیرون میره. برای ابراهیم صادقی، او هم پاس رو میندازه، فرصت برای تیم سایپا درون محوطه جریمه، یه ضربه و حامد لک روی توپ اثر گذاشت. رفته داره فرصت برای تیم تراکتورسازی از دست میره. حالا بازیکن تیم سایپا و ضربه ای که باریکلا به حامد لک رو گرفت. نه فعلا میلاد میداوودی رو نمیخواد تعویض بکنه، بکنم حکیم نساری رو میخواد تعویض بکنه. یه لحظه فرصت برای تیم تراکتورسازی که توپ به بیرون میره. آن دو تیموریان میخواد کورنر رو برای دروازه ارسال بکنه، یه ارسال، یه ضربه سر، موقعیت و گل. گل برای تیم تراکتور سازی، گلی که به ثمر میرسونه بالاخره تیم تراکتور سازی. ضربه سر قشنگ و ببینیم کدوم بازیکن بالاخره تونست دروازه تیم سایپا رو باز بکنه. تراکتور سازی 1-1. ارسال رو انجام دادن، ضربه سری که میرهانی هاشمی زد، دروازه‌بان نتونست توپ رو قشنگ کنترل بکنه و محسن دلیر که دروازه تیم سایپا رو باز میکنه. گل برای تیم تراکتور سازی و تشویق هواداران تیم تراکتور سازی. میرهانی هاشمی اشتباه میکنه و باریکلا به حامد لک دروازه رو نجات داد. حالا بازیکن تیم تراکتور سازی مهدی کیانی از راه دور یه شوت محکم از کنار دروازه توپ ببینه. آن دو تیموریان، ارسال بلند، ضربه سر نصف و نیمه از بازیکن تیم سایپا. دقایق پایانی مسابقه است. یه لحظه اونجا اشتباه میکنن، حامد لک دروازه خالی است و توپ رو به بیرون میزنه بازیکن تیم سایپا. آن دو تیموریان، ارسال بلند، یه ضربه سر و گل. گل به خودی، توی دروازه. گل برای تیم تراکتور سازی و حالا تراکتور سازی با اطمینان کامل صدرنشین لیگ برتر فوتبال کشورمون میشه با این گل. آن دو تیموریان پرتاب رو انجام داد، ضربه سر رو ابراهیم شکوری زد و توپ وارد دروازه شد. توپ رو ارسال میکنه، ضربه سری که میزنن بازیکن تیم تراکتور سازی. خب یادتون باشه این گل به خودی حامد شیری بازیکن سایپا که تراکتور سازی رو پیش انداخت 2-1 کرد نتیجه رو، ممکنه که گل قهرمانی برای تراکتور سازی باشه. فقط از نظر رفرنس میگم که یادتون بمونه. به هر صورت تراکتور سازی بازی رو 2-1 برد. گل اول رو سایپایی ها زدن در دقیقه 10 توسط عرض کنم که محمد نزهتی و گل رو تلافی کرد محسن دلیر که بهش میگن دلیر، در صورتی که سپلینگش D-A-L-I-R ولی میگن دلیر، و حامد شیری هم که گل به خودی زد. بریم سریع سراغ بازی دوم بین تیم‌های فولاد خوزستان و تیم نفت مسجد سلیمان. خوزستانی ها در برابر هم در ورزشگاه قدیر اهواز، فولاد هفته پیش یک پیروزی جانانه در برابر نفت دست آورده بود، بنابراین سریع بریم و صحنه های حساس این بازی رو ببینیم. فولادی ها با پیراهن قرمز هستند. you
ستاره اصلی فوتبال. یه بار دیگه ببینیم ارسال، ضربه سر قاضی و برگشتش رو آلویس نانگ وارد دروازه کرد. خیلی راحت. یه جورایی به نظر می قافیه رو باختن. ببینیم در تصویر آهسته به راحتی ضربه‌اش رو زد و کاری از دست گئورگیف بر نمی اومد. از سمت چپ ارسال میشه، توپ از دست سلیمی خارج میشه. اشتباه عجیبه علی سلیمی، در واقع یه جورایی مشکلاتش بیشتر کرده. فرصت برای آلویس نانگ، باز هم در موقعیت تک به تک، این بار گئورگیف راه توپ رو بست و اجازه نداد گل سوم فولاد رقم بخوره. توپش مستقیم میره و توی دروازه قرار میگیره. توی دروازه ضربه مستقیم الکساندر پاشنکو و خوشحالی تماشاگران طرفدار نفت مسجد سلیمان. عالی زد ضربه رو روی دو سه تا دروازه. میشه گفت که توپ اشتباه کرد علی سلیمی و این بار دروازهش باز میشه. زنیتپور پا به توپ حرکت میکنه، خود زنیتپور باز هم اقدام به شوک زنی و این بار میگیره به راحتی. اسماعیل شریفات، پاس عالی برای آلویس نانگ، یه لحظه پشت محوطه یه جریمه. ضربه شریفات، یه بار دیگه بازیکنان فولاد و مسلمان ضربه رو از روی دروازه به بیرون رفت. با پای چپ یه ارسال به محوطه جریمه. حالا ساسان انصاری، ضربه بلند انصاری در تیر دوم، موقعیت برای بازیکنان فولاد خوزستان. هر دو نتیجه همزمان به نفع فولاد بوده. پاشنکو بازم بلند از دستان جدا میشه، میره که دروازه باز میشه. چقدر پر اشتباه ظاهر شده علی سلیمی در این مسابقه. حرکت میکنه پا به توپ، خود خالدی پیشروی او، یک و دو عالی با محمد قاضی. حالا میتونه دروازه باز بشه. نانگ اونجا با شجاعت راه توپ رو بستن مدافعین و دروازه‌بان نفت مسجد سلیمان. آلش نانگ، پاس عالی برای اسماعیل شریفات، یه ارسال به محوطه یه جریمه و واکنش عالی از گئورگیف. از زمین مسابقه خارج میشه. میزنه ضربه‌اش رو، عالی هم میزنه زنیتپور. به کورنر فرستاد علی سلیمی، توپ رو از زیر تیر افقی دروازه بیرون کشید پشت محوطه جریمه. حالا فرصت داره بازیکنان نفت مسجد سلیمان. ضربه امرایی به تیر افقی دروازه برخورد کرد. نفت مسجد سلیمان انجام خواهد شد. تا دقایقی دیگر بازیکن شماره 14 رضا کرم‌الله چپ وارد بازی خواهد شد. حرکت رو به جلو، تک به تک نان و گل سوم. و گل سوم فولاد خوزستان وارد دروازه نفت مسجد سلیمان میشه. پیروزی 3-1 فولاد خوزستان مقابل نفت مسجد سلیمان. آلش نانگ گل دوم خودش در این دیدار و گل هشتمش رو این گونه وارد دروازه نفت مسجد سلیمان میکنه. جا گذاشت گئورگیف رو. یک تو پشت مدافعین فولاد در محوطه جریمه و اعلان پنالتی. اعلان پنالتی بر روی کرم‌الله چپ. بهمن کامل مرتکب خطای پنالتی شد. بلافاصله بعد از گل سوم، حالا بازیکنان نفت مسجد سلیمان صاحب ضربه پنالتی میشن و بازم اختلاف میتونه کم بشه و بازم بازی زیبا و جذاب در 10 دقیقه پایانی این مسابقه. اگه این توپ هم وارد دروازه بشه، کاپیتان با تجربه نفت که گل تساوی هم در روی پنالتی مقابل روحان به ثمر رسون، حالا ضربهش رو میزنه، عالی هم میزنه، تقریبا چیپ میزنه و گل دوم نفت رو وارد دروازه فولاد خوزستان میکنه. نفت 2-3. بازی جذاب، دیدنی و پرگل دو تیم خوزستانی لیگ کشور، یکی در انتهای جدول، یکی در بالای جدول. یوسف وکیا
خب فولاد باز هم برد، به موقع بیدار شده فولاد. حالا چه تیم، نمیتونیم تیم نفت مسجد سلیمان رو ضعیف بدونیم. نفت مسجد سلیمان برای بقا در لیگ میجنگه و اتفاقا دیدید که فوتبال خوبی بازی کرد، صحنه‌های خطرناکی ایجاد کرد، توپشون به تیر دروازه خورد، چندین توپشون با فاصله نزدیکی از این بر اونور دروازه و بالای دروازه بیرون رفت و پاشنکو عجب گلی زد، گل زیبایی رو به ثمر رسوند. ولی دروازه تازه دروازه‌بان فولاد روز بدی داشته، علی صمیمی و سلیمی یا صمیمی، بله علی صلیمی، و نزدیک بود کار دست فولادی ها بده. ولی این بازیکن آفریقایی تیم فولاد برتراند نانگ واقعا با قدم‌های بلند و سرعتی که داره و تکنیکی که داره و شوت زنی خوب، درست مثل ادینیو بازیکن بسیار بسیار خطرناکی هست. 3-2 تیم فولاد پیروز شد. شاه بازی امروز، بازی تیم‌های زوباهن و نفت تهران، همین دو تیم فینالیست جام حذفی باشگاه‌های ایران خواهند بود، جام آزادی خرمشهر. تا چند روز آینده، هنوز من برنامه‌شو نمی‌دونم کیه، ولی به هر صورت یه تمرینی بود برای اون فینال جام حذفی، یا اینکه یه تمرینی بود برای قهرمانی. واقعا چه بازی شد این بازی. این بازی 8 گل داشت خانم آقایون، 8 گل. بازی نمیتونیم بگیم باز، ولی بازی سراسر تکنیکی با کارهای ترکیبی بسیار خوب، دو تا مربی خوب، یحیی گل محمدی و علیرضا منصوریان. و خلاصه این بازی رو با هم نگاه میکنیم. در میانه میدان یه بار دیگه موب علی میاره به سمت راست، جایی که ابراهیمی حالا حرکتی رو شروع کرده. مهاجمین نفت آماده هستن. مطهری در مقابل دروازه و توپی که راهی کورنر شد. ارسلان مطهری اونجا به هر حال حضور داشت. خب یه خبر خوب برای تیم‌های صدرنشین. سارپا یه گل به تراکتور زده. یه ضربه از راه دور فوق‌العاده عالی زد کاوه رضایی و واکنش بیرانوند. ببینیم اینجا نخورد به تیر دروازه، به دست بیرانوند توپ نخورد. خوش شانس بود تیم نفت که روی این ضربه دروازش باز نشد. کاوه رضایی اشاره کردم بازیکن فوق العاده عالی است. هوای سردی رو هم شاهد نیستیم در ورزشگاه، اونجا از به هر حال وسایل گرمایشی استفاده کرده بودن. کاوه رضایی ارسال توپ به داخل محوطه جریمه، عالی میزنه رجب زاده و باز هم بیرانوند. باز هم موقعیت هست برای زوباهن داخل محوطه جریمه. پهلوان خطایی نیست و بازی جنبال میشه. یه حرکت زیبا این بار از سمت راست زمین، یه پاس عمقی، فرصت برای زوباهن و حالا دروازه باز میشه. زوباهن به گل برتری میرسه. زوباهن 1 نفت تهران 0. تعلل مدافعین، اون پاس زیبایی که از سمت راست ارسال شد و این تاثیرگذاری مثبت کاوه رضایی بازی رو 1-0 میکنه. عجب پاسی داد در اون قسمت. یه توپ بلند داخل محوطه جریمه، موقعیت برای گل دوم و اعتقاد به کورنر داره اونجا. کاوه رضایی. خب نفت مسجد سلیمان یکی از گلها رو پاسخ داده در بازی با فولاد تا به بازی برگرده. اون بازی 2-1. یه ارسال، یه ضربه سر و باز هم موقعیت برای زوباهن از دست میره. باز هم یاران زوباهن. واقعا آمار پاسهای زوباهن بالاست و شاید فراتر از فوتبال کشور ما هست. یه موقعیت، یک سر از راه دور زمینی و باز هم به ایران بعد. قاسم حدادی فرد. زوباهن فصل آینده میتونه برگرده به اون دوران طلایی خودش و حضور در فینال لیگ قهرمانان. یه اشتباه مرگبار. حاج محمدی بازم اشتباه میکنه حاج محمدی و باعث میشه یاران زوباهن توپو بگیرن. رجب زاده در آفساید، حدادی فرد به اون سمت میبره. دهنوی میتونه شوت بزنه. دهنوی عالی میزنه. حسرت این بازیکن که تو پس کنار دروازه بیرون رفت. قاسم دهنوی.
کابرزایی خودش میزنه بیرامد در دو مرحله توپ رو میگیره، خطا احتمالا، نه خطایی نیست، گل دوم، گل دوم برای زوباهن، یحیی گل محمدی به گل دوم هم میرسه تیمش. اعتراض بازیکنان نفت، حالا با هم میبینیم این ضربه‌ای که زده شد، دفع توپ و هادی محمدی که دروازه رو باز میکنه از این زاویه، با هم میبینیم اصلا آفسایدی که در کار نبود و حالا باید روی این صحنه دیگه ما اظهار نظر نکنیم. حدادی فر یه پاس عالی دیگه، این بار هم آفساید نیست، کاوه رضایی و گل سوم که میتونست به ثمر برسه. پهلوان با پای چپ بلند میفرسته و اونجا توپ رو برمیگردونن، علی حمام روی پای راست یه ارسال تند و تیز و گل سوم، گل سوم دانیال اسماعیلی فر، یه گل تماشایی و دیدنی. با هم میبینیم شاید نفت دیگه اگر در این بازی نتیجه نگیره برای فینال حذفی سفت و سخت برای جبران میاد. یحیی گل محمدی تا به اینجا تیمش 3-0 بازی رو برده. یه توپ بلند به روی دروازه، خروج صادقی، خروج اشتباه صادقی که باعث میشه یکی از گلها رو تیم نفت پاسخ بده. گل رو اعلام کرده دیگه اونجا داور، حلقه بازیکنهای زوبان به دور آقای زرگر. با هم ببینیم چه اتفاقاتی اونجا رخ داد، ارسالی که انجام شد، این خروج محمد باقر صادقی به این شکل دروازه باز شد. دهنوی، دانیال اسماعیلی فر، ارسال تو فرصت و گل، گل چهارم شبیه گل سوم زوباهن رقم خورد. کاوه رضایی، بارانی از انگیزه است این بازیکن. با هم نگاه کنیم این ارسال و این ضربه کاوه رضایی، باز هم دروازه بیرانوند رو باز میکنه و نام این بازیکن رو دیگه همه به خاطر میسپارن، دانیال اسماعیلی فر. یه بار دیگه یاران زوباهن، بیرانوند بیرون میاد، توپ رو برمیگردونه. پرسپولیس امروز میتونه از پیام صادقیان هم اگر بخواد استفاده بکنه، چرا که باشگاه زمان رضایت داد برای بازی کردن این بازیکن. موقعیت، گل پنجم به ثمر میرسه یا نه؟ باز هم کاوه رضایی، یه موقعیت برای زوباهن، یه پاس عالی، پهلوان، 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 ضربه پای چپش از بالای دروازه به بیرون رفت. کوروش هم دیگه خودش فهمید که باید بیاد بیرون. رجب زاده میتونه پاس بده به اون سمت، موقعیت عالی، گل پنجم، بله گل پنجم، 5-1 یحیی گل محمدی گل پنجم رو هم میزنه تیمش. با هم میبینیم رجب زاده چه پاس هوشمندانه و دقیقی داد و باز هم کاوه رضایی هتریک کرد. کاوه رضایی، حالا باید ستاره این بازی رو کاوه رضایی بدونیم، با تقدیر از قاسم حدادی فر و دیگر ستاره های زوباهن. خطای قاسم حدادی فر، ارسال تو، فرصت برای نفت تهران که یکی از گلها رو پاسخ بدن. بازی سپاهان و پرسپولیس هم که کم کم در ورزشگاه آزادی دیگه فکر کنم شروع شده باشه، اونجا نقطه پنالتی رو داور نشون میده. این حرکت وحید امیریست بیرون محوطه به نظر میرسید که خطا انجام شد، نگاه اینجا زد، بعد در ادامه هم داخل محوطه هم زد. از زوایای مختلف میبینید غلامرضا رضایی یه پاس خوب داخل محوطه، فرصت برای نفت تهران، موقعیت و گل سوم، گل سوم رو تیم نفت میزنه، نفت اختلاف رو به 2 میرسونه. به هر حال یه مقدار شدت این باخت رو کمتر میکنه. نگاه کنید این توپی که نتونست محمد باقر صادقی بگیره. به واقع این بازی
همتای نامش بود، نفت تهران، صدرنشین لیگ و ذوب‌آهن، تیمی که در این هفته‌های اخیر قوقایی به پا کرده، بازی بسیار بسیار خوبی رو به نمایش گذاشته. 8 گل زده شد، شاید 8 گل هم زده نشد، با فاصله‌های بسیار کم، توپی که به تیر دروازه می‌خوره، توپی که مماس با تیر از به خارج میره، قیامتی به پا کردن. کاوه رضایی هتریک کرد در این بازی، 3 گل کاوه رضایی زد، 1 گل هادی محمدی و 1 گل هم دانیال اسماعیلی برای ذوب‌آهن. 3 گل تیم نفت رو هم کمال الدین کامیابی نیا، امیر مطهری، امیر ارسلان مطهری از روی نقطه پنالتی و حسین ابراهیمی در دقیقه 90 به اضافه 2. 5 بر 3. خب این قاسم دهنوی هم که میدونید پسر آقای نصرالله دهنوی هست، وزنه‌بردار سبک وزن ایران در سالهای دور، یکی وزنه‌بردار بود، پسرش فوتبالیست. و اما بریم سراغ آخرین بازی. پرسپولیس برای اولین بار تحت رهبری برانکو ایوانکوویچ در برابر سپاهان و بازی‌های خاطر انگیزی که این دو تیم به جا گذاشتن در همین چند سال، 14-15 سال لیگ برتر، با هم سری میریم به استادیوم 100,000 پسری تهران و در برابر 7,000 نفر نوشتن، ولی کم لطفی کردن، به نظر من حدود 15,000 نفر حداقل بود در استادیوم. با هم نگاه میکنیم خلاصه بازی رو. مهدی طارمی پشت محوطه جریمه توپو در اختیار داره، خود طارمی وارد محوطه میشه، ضربه رو پای چپ میزنه که گردان توپو میگیره. در تیم سپاهان این دروازه‌بان شهاب گردان، هادی نوروزی توپو ساند میکنه روی دروازه برای طارمی، توپو رد میکنن بازیکن سپاهان پشت محوطه، این شوت و توپی که راهی کورنر میکنه شهاب گردان. همین بعدش که آزادی، یه پاس عالی نوری تک به تک، چیکار کرد نوری؟ نه ضربه زد نه دریپ زد، شهاب گردان و پاس فوق‌العاده مهدی طارمی. چقدر قشنگ داد این پاس رو پشت مدافعان، هیچ کاری نکرد، نه دریبل زد نه ضربه زد، فقط رفت و توپش خورد به شهاب گردان. توپ میاد روی دروازه، اشتباه از شهاب گردان که شانس رو بود دوباره همونجوری رفت که خودش حضور داشت. 2-3 نفر بازیکن سپاهان افتادن روی زمین. پرتاب بلند به درون محوطه جریمه، یه لحظه اشتباه و توپی که به سوشال میرسه خطای هند گرفته شد. یه توپ رو با خوب از فوزیل موساف، حرکت از مهدی شریفی، بعد مدت‌ها صاحب توپ شده نوید کیا، نزدیک محوطه جریمه است، خود محرم توپو میگیره میفرسته روی دروازه، موقعیت و سوشا توپو در اختیار میگیره، دیبه سرپا میزنه قشنگ، اعتماد به نفسش رفته بالا. احمد نوری بازیکن خوبی هم هست، حالا میرسه اون تک به تک با دروازه با من کجا زد توپو مهدی طارمی. چه اعتراض میکنم به آفساید بودن یا نبودن توپ، یکم هم مشکوک به آفساید بود، حالا پتوی نخواه به خودشون نیمکت نشینای پرسپولیس. یه ضربه یه سر در دهانه دروازه و اوه چه توپی رو در آورد از اون خط دروازه، این اون توپی بود که پاشا زاده بازی ایران استرالیا در آورد، ضربه محکم مهدی شریفی از اون خط دروازه فرستاده بشه، ضربه سر رو نورالهی میزنه پشت محوطه هایت صفی، این ضربه از اون که سوشا توپو میگیره، یه پرتاب بلند، دو تا معلق هم میزنه اونجا. وریا قفوری تعلل و این ضربه و توپی که از کنار دروازه بیرون میزنه هادی نوروزی. نورالایی، گابریل، کاری سخت میشه، احمد نورالایی از همونجا سانت میکنه روی دروازه، از همه عبور میکنه، موقعیت عالی و گل، گل برای تیم پرسپولیس توسط هادی نوروزی. پرسپولیس 1-0. نورالله این بعد چه خوشحالی میکنه و این بغل پای دقیق فنی رو حساب شده از هادی نوروزی، حساب کار 1-0 میکنه به نفع تیم میزبان. احسان آقای صفی توپش نمیرسه به نوید کیا، گابریل بیرون پا ساعت میکنه طارمی و این شوت زمینه که گردان توپو میگیره.
نامید کنه یه حرکت از بازیکن پرسپولیس، این ضربه از هادی نوروزی و توپی که از بالای دروازه به بیرون میزنه. یک ضربه محکم و عالی از گابریل، توپ گردان برمیگردونه. طرف تماشاگاه در ورزشگاه کم 20,000 نفر اعلام کرد گوینده ورزشگاه. توپ سانت میشه روی دروازه. حالا در اون سمت احسان های صفی حسین پاپی موقعیت دارن، یه ضربه کم جون و توپی که سوشا مکانی هر دوبارم بیرون محوطه جریمه اومده، یکی تو با دست گرفت یکم که خطا کرد. های صفی میبره به سمت چپ، حسین پاپی موقعیت به ارسال توپ داره، تو سر توپ میزنه پاپی، سانتش انجام میشه روی دروازه، چه توپی رو گرفت سوشا مکانی، عالی عکس العمل نشون داد. در عرض توپ پیش میبره، حالا ضربه رو میزنه و باز هم توپ میگیره سوشا مکانی. پیام صادقیان به پشت محوطه جریمه، نوروزی یک ضربه دیدنی و عکس العمل خوب شهاب گردان. توپ میره سمت چپ، حسین پاپی موقعیت به ارسال توپ هست، حاج صفی وارد محوطه میشه، شودش برخورد میکنه مدافعان، کماکان موقعیت دارن بازیکن سپاهان که با تعداد نفرات زیاد حمله میکنن. این موقعیت و گل، گل مساوی رو میزنه، مهدی شریفی هم میزنه، 1-1 مساوی. خب داشتن فشار میوردن چپ ها رو، اینجا توپ زده شد، این ضربه اشتباه مسلم علی عسکری، کلا خوب پاس گل میده به حریف، اونجا میخواست توپ رو استوب کنه پاپی. اشتباه از محمد نوری، سانت روی دروازه و گل دوم، گل دوم برای تیم سپاهان توسط پریرا و سپاهان بر میگرده به این بازی و به لیگ بر میگرده. آفساید که اصلا نبود، توپ میره دهانه دروازه و لوسیانو پریرا حساب کار رو 2-1 میکنه. پاس عالی احسان هایت صفی به دهانه دروازه. خب این یه نمونه بود از وضعیت پرسپولیس در این فصل که در دقایق پایانی اینطوری که آمار نشون میده در 12 تا گل خورده، نمیتونن نتیجه رو نگه دارن و واقعا که البته محمد نوری اشتباه داشت، اما محمد نوری یه گل رو هم خرید تصادفاً با ضربه سرش روی خط دروازه واسه توپ محکم به سرش خورد و برگشت به عنوان آخرین دفاع از گلر هم رد شده بود. ولی داستان این چیزا نیست، داستان این هستش که از نظر قدرت بدنی پرسپولیس کم میاره، به خصوص در 20 دقیقه آخر بازی، و تمام آنچه رو که اندوخته از دست میده. در این بازی سپاهانی ها خیلی با حوصله با صبر، البته خلدبری رو هم امروز نداشتن به علت محرومیت، مهدی شریفی در دقیقه 85 و پریرا مندز در دقیقه 90 به اضافه 4 دو گل سپاهان رو زدن. قبل از اون در دقیقه 44 هادی نوروزی تک گل پرسپولیس رو زده بود. یک باخت دیگر برای پرسپولیس، ولی چه باک برای اینکه در لیگ قهرمانان آسیا وضعشون خوبه و شاید با این بازی بدی نکردن، ولی تاب و توانشون کافی نبود. عرض کنم که بزنید سریع بریم سراغ جدول لیگ ببینیم که با انجام این بازی‌ها بالای جدول در به چه شکل هست در جدول تراکتور سازی. این پنج تیمی که براتون میخونم، پنج تیم اول همه 26 بازیشون انجام داد. تراکتور سازی با 50 امتیاز در صدره، نفت تهران با 48 امتیاز دوم هست، سپاهان و فولاد 47 امتیازی هستن سوم و چهارم، زوباهن با 42 امتیاز حالا بالاتر از استقلال، البته استقلال هم 42 امتیازی است و فردا باید در انزلی با تیم ملوان بازی کنه. استقلال در رده ششمه و حد اکثر میتونه خودشو در رده پنجم بالا بکشه. سایپا با 37 امتیاز در رده هفتم، سبا با 32 امتیاز در رده هشتم و پرسپولیس هم گفتیم از عدد 9 خیلی خوشش میاد، پرسپولیس با 29 امتیاز در رده نهم است، ولی شاید فردا به رده دهم هم برسه، چرا که پدیده پشت سرش هست که میتونه با یک پیروزی عرض کنم که به بالاتر از پرسپولیس قرار بگیره. اما در بازی‌های فردا باید خدمتتون عرض کنم که تیم استقلال در انزلی هست، ملوان میزبان این بازی خواهد بود. استقلال سخت به پیروزی نیاز داره، وگرنه کاملا از قافله عقب میفته.
راه آهن هم در تهران با استقلال خوزستان بازی میکنه، پدیده مشهد با گسترش فولاد تبریز و سبای قم هم با پیکان. اون مصاحبه، اون صحبت‌های چیز بعد از بازی پرسپولیس رو میتونیم پخش، ولی نه اجازه بدید وحید هاشمیان رو پخش کنیم. خب یک گزارش داریم از وحید هاشمیان و جریانات کلاس مربیگری و فعالیت‌هاش در آلمان و اینکه به زودی او رو در کسوت مربیگری تیم بزرگ در تهران، در ایران یه جایی خواهیم دید، شاید هم در اروپا، شاید هم اگر زرنگ باشه در اروپا به کارش ادامه بده. به هر صورت این رو با هم ببینیم. خواهش می‌کنم. تعلیم و پرورش نسل جدید مربیان با معیارهای سطح بالای علمی یکی از دلایل موفقیت فوتبال آلمان است. در بین شاگردان این دوره از کلاس مربیگری فدراسیون فوتبال آلمان یک چهره سرشناس فوتبال ایران نیز حضور دارد. اینجا در آکادمی هنس وایسوایلر در شهر هنف آلمان هستیم، جایی که فدراسیون فوتبال آلمان کورس‌های 10 ماهه سرمربیگری ارشد رو تعیین می‌کنه برای نخبگان فوتبال که باید به قول معروف از 7 خان رستم عبور کنن تا انتخاب بشن، جزء اون 24-5 نفری باشن که این دوره 10 ماهه رو می‌بینن. و حالا وحید هاشمیان، ملی‌پوش سابق فوتبال ایران، نیز جزء این برگزیدگان هست که در این کورس 10 ماهه سرمربیگری ارشد فدراسیون فوتبال آلمان شرکت میکنه. آقای هاشمیان، این کورستون داره به پایان میرسه، این 10 ماه که این دوره رو گذروندین و چیزی نمونده به انتها و به رسیدن مقصدتون، تعریف کنین از این مدتی که گذشت. خب همونطور که خودتون اولش توضیح دادیم، برای اومدن به این کلاس اینه که باید مدرک سی، بی و ای آلمان رو بگیری و تو این زمان رو باید تیم داشته باشی و حداقل باید 1 سال تو آلمان مربیگری کرده باشی بعد از گرفتن مدرک آ. و بعد از اینکه مراحل گذروندی، یه سری مدارک از شما میخوان که باید ارسال کنی به فدراسیون آلمان. اینا رو کنترل میکنن و وقتی کنترل کردن که خیلی زیاد به وربه میکنن، یعنی خودشون رو تقاضا میدن، ولی در نهایت 61 نفر انتخاب میکنن که تو 2 گروه میکنن، 30 نفره و 31 نفره، 3 روز امتحان میگیرن و در نهایت انتخاب میکنن 24 نفر رو برای یک دوره 10 ماهه فشرده کلاس مربیگری فوتبال لیگا یا پرو لایسنس که تو اروپا بهش میگن. تو این 10 ماه چه چیزایی رو تونستین یاد بگیرین؟ خب گفتنش در 1 دقیقه خیلی سخته میدونم، ولی اگر یه مقدار فشرده بخواین تعریف کنین از چه قسمت‌هایی تشکیل شده بود و چه چیزهایی شما جدید تونستین یاد بگیریم که برای علم فوتبال روز دنیا مهم هست و شما قبلش اصلا آشنایی و آگاهی نداشتین بهش. خب بخوام اینجوری توضیح بدم که ما تونستیم خودمون رو تو همه قسمت‌ها از نظر اطلاعات قوی کنیم، هم از نظر عملی هم از نظر علمی، به این صورت که ما تو قسمت روانشناسی یاد گرفتیم، قسمت فوتبال، قسمت بدنسازی، تغذیه و داوری که داخل اینا هم شاخه‌های زیادیه که دیگه نمیتونم همه رو باز کنم. ما یکشنبه شبا میمدیم اینجا تا چهارشنبه شب کلاس برگزار میشد و از صبح ساعت 8 صبح کلاس بود تا 12:30 بعد از ظهر، دوباره از 1:30 تا 6 بعد از ظهر، بعد که شامو میخوردیم و یک سری تمریناتی داشتیم که بعد داخل زمین انجام میدادیم، میرفتیم بعضی موقع تا 8:30-9 شب بالا بودیم و وقتی هم میمدیم یه سری کارهای گروهی داشتیم که باید انجام میدادیم، بعضی موقع تا 10-11 شب این کارهای ما طول میکشید. یه دوره خیلی فشرده بود، ولی خوشبختانه تونستم که از خودم و نه من و تمام کسای دیگه تو تمام قسمت ها از نظر اطلاعات خودمون رو قوی کنیم و بهترین متخصصا ما رو آموزش دادن. تو کنارشون هم اینجوریه که ما از تمام بخش ها این کلاس تشکیل شده، کسایی هستن که فوتبالیست حرفه‌ای بودن، کسایی هستن که تو فرباند کار میکنن، یعنی مثل اتحادیه فوتبال هر شهری میان تو قسمت آموزش کار میکنن، تو دانشگاه هستن، که اینا تلفیق اینا با هم شد که ما با هم خیلی تبادل نظر داشته باشیم و بتونیم به همدیگه کمک کنیم و همدیگه هم یاد بگیریم، که دوره بسیار خوبی بود. الان که شما اینجا هستین دیگه تقریبا به دوره رسیدیم که 1 هفته ما میایم به صورت خصوصی با هر شخصی کار میکنن، به این صورت که 24 نفر رو به 8 گروه تقسیم میکنن، هر گروه 1 هفته میاد و تو تمام زمین ها نگاه میکنن که نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه، نقاط ضعفش رو رفع میکنن و
بعد از این یک هفته دیگه میایم که خودمون رو آماده میکنیم برای امتحان، که چه چیزایی باید آماده کنیم برای امتحان، که و بعدم امتحان نهایی شروع میشه. آلمانیا معمولا معروفن به دقت بی‌نظیرشون به جزئیات و دیسیپلین، نظم، برنامه‌ریزی، و این رو نیز آدم میتونه تو سبک و شیوه بازی آلمانی‌ها و سبک و شیوه مربیگری مشاهده کنه. این جزئیات، اگه چند تا نمونه از اونا ببرین که شما اینجا چشمتون باز شد به این جزئیات. خب اینکه آلمانی‌ها خیلی منظم هستن، به خصوص تو فوتبال که من کار کردم، خب برای من ثابت شده بود، چون من 11 سال تیمای آلمانی بازی کردم. نظم و انضباط و اردوهایی که میریختن و سبک تمرین‌ها اینا رو میدونستم که اینا واقعا منظم هستن. ولی تو این کلاس که اومدیم ما یه بار یه صحبتی که شد که آلمان چجوری به این حد رسیده، اومدن توضیح دادن بعد از 2001 که جام ملت‌های اروپا بود، نتایج بدی انجام دادن، گروه یه گروهی نشستن، آنالیز کردن، دیدن چه مشکلاتی داره، چه کمبودایی دارن، اومدن 300 نقطه تو قسمت‌های مختلف آلمان به وجود آوردن برای پرورش استعداد و جمع‌آوری استعداد، و کلی سرمایه گذاری کردن، مربی برای اونجا گذاشتن، بعد اومدن از اینا آسفال یعنی تیمای منتخب درست کردن، علاوه بر باشگاه تمرینات اضافی برای این گروه هایی که از هر شهری انتخاب می شدن می زاشتن. اینا رو به قول معروف از قسمت های مختلف عبور می دادن، بهترین هاشون رو انتخاب می کردن، تیمای نوجوانان، جوانان امیدشون رو به وجود می بردن، که ما اگه اشتباه نکنم سال 2009 بود که تیم 21 سالشون قهرمان اروپا شد با ارتس روبش. بعد از اون دیدین که چقدر از اعضای اون تیم اومدن تیم ملی آلمان رو تشکیل دادن. خب وقتی شما این سیستم رو میایی میبینیم اینی پشتش یه فکریه، اینا اومدن دیدن که مربیای نسل قدیم نمیتونن بازیکنایی برای فردا به وجود بیارن. اینا فکر نمی‌کنن که بازیکن اما الان چی میخواد، میگه ما می‌خوایم فردا چجوری بازی کنیم، بازیکن‌های فردای ما چه چیزایی نیاز دارن، از الان کار می‌کنن. اینا رو کی می‌تونه به وجود بیاره؟ مربیای نو، مربیایی که این دوره رو بگذرونه بعد بیاد این کارا رو بکنه. می‌بینیم که از همین کلاس‌های مربیگری چقدر مربی تو بوندسلیگا مشغولن، چقدر مدرسای موفق به وجود اومدن. اینا رو ساختن بازیکن و ساختن مربی خیلی سرمایه گذاری کردن، و اگه قهرمان جهان هم نمی شدن بازم اینه کارشون درست بوده. یعنی ما نمیتونیم معیار بذاریم که برد و مقام دلیل اینکه یه کار خوب انجام شده، یه برد یه مقام دلیل اینکه انجام نرسادم خوب انجام نشده. شما 2007 تو آسیا دیدین عراق اومد قهرمان شد تو آسیا، ولی نتونست دو دوره نتونست بیاد جام جهانی بیاد. یونان اومد 2004 قهرمان اروپا شد، ولی خب تو جهان نتونست اون کارهایی که تو اروپا بکنه. ما یه چیزی داریم به نام جرقه که یه زمانی یه سری بازیکن به هم میخورن، این اتفاقا میفته. یه زمان هم داریم که برنامه ریزی میشه. آلمانیا رو برنامه ریزی و نکات کوچیک بسیار دقت میکنن. مرسی آقای هاشمی. منم از شما تشکر میکنم. خیلی ممنون. خب کیف کردید دوستان، اینو بهش میگن سرمایه فوتبال ما، اخلاق درست، آدم پاک و تمیز، فوتبالیست ارزنده تیم ملی. حالا پرسپولیسش میذاریم کنار، ولی سالها هم در تیم پاس بازی کرده. یعنی این کسیست که رفته بیرون، رفته خارج از ایران و چیزی اندوخته، نه مثل بعضی ها که نمیخوایم اسم ببریم، بلکه دور رو روش صحیح و علمی داره کار میکنه و میاد جلو. از تیم پایه شروع کرده، از تیم‌های کوچک شروع کرده و روزی بزرگ خواهد شد. البته او در ذهن ما و در فکر ما بازیکن بزرگی هست. من همیشه به این بازیکن احترام گذاشتم و براش احترام قائل بودم. امیدوارم شما هم طرفدار و عاشق چنین شخصیت‌هایی در ورزش ما باشین. وحید هاشمیان، وی لوف یو. اما می‌خواستم دو تا مطلبم راجع به مسئله کیروش بگم، که خیلی خوشحالم که وقت ما داره تمام میشه و فرصت نمی‌کنیم اینو برای شما بگیم. مسئله جالبی هم بود ولی فورگت دیگه، خسته شدیم از دست این بگیر و ببند کیروش و فدراسیون فوتبال. ولی سریع بریم تصویر پلی‌آفس NBA رو برای شما نشون بدیم. در سمت راست، ها راست، کنفرانس شرق، ایسترن کانفرنس، بله در ایسه، اتلانتا هاکس تیم اول با تیم هشتم بروکلین نتس بازی خواهد کرد و برنده این دو با برنده 4 و 5 در همین کنفرانس، یعنی تورنتو رپترز و واشنگتن ویزرز.
بعد تیم دو کلیولند کاولیرز با باستن سلتیکس و برنده این سری این دو تیم هم با برنده 3 و 6 که شیکاگو بولز و میلواکی باکس باشه بازی خواهند کرد و در نتیجه قهرمان کنفرانس شرق پس از فعل و انفعالاتی تعیین خواهد شد. در کنفرانس غرب گولدن استیت واریرز بهترین رکورد NBA در فصل گروهی با تیم نیو اورلینز پلیکنز روبرو خواهد شد 1-8 و برنده 1-8 با برنده 4-5 بازی میکنه که پورتلند تریل بلیزر باشه بر علیه ممفیس گریزلیز. و از اون سو تیم هیوستن راکتس با تیم هم ایالتیش دالاس ماوریکس هر دو از تکساس هستن 2-7 با هم بازی میکنن و برنده شون با 3-6 لس آنجلس کلیپرز و سان آنتونیو اسپرز بازی خواهد کرد و ادامه میدن تا نیمه نهایی و نهایی تا برنده کنفرانس غرب هم تعیین بشه. و میدونید که برنده کنفرانس شرق با برنده کنفرانس غرب دیدارهای فینال رو برگزار میکنند که هنوز یک ماه و نیمی باش فاصله داریم. اتفاقی که دیشب افتاد در آخرین لحظه بعضی که برنامه ما تمام شد باخت سان آنتونیو اسپرز به نیو اورلینز پلیکنز بود که دو تا تأثیر گذاشت در جدول پلی آفز. یکی این که اوکلاهوما سیتی تاندرز رو حذف کرد از پلی آفز بعد از چند سال پشت سر هم که آمدن و حتی دایه قهرمانی هم داشتن. خب دورنت دیگه از بین رفت در این فصل به خاطر مصدومیت. به هر حال پلیکنز اومد به پلی آفز. از اون سو سان آنتونیو اسپرز مدافع عنوان قهرمانی مقام ششم سیدینگ ششم رو در کنفرانس غرب به دست آورد که حالا باید با لس آنجلس کلیپرز بازی کنه و لس آنجلس کلیپرز در این سری آوانتاژ میزبانی داره. بنابراین یا ما کلیپرز رو بعد از سالها باز هم در فینال کنفرانس غرب نخواهیم دید چون سان آنتونیو ممکنه شکستش بده، یا اینکه مدافع عنوان قهرمانی در همین راوند اول توسط لس آنجلس کلیپرز حذف میشه که من امیدوارم این چنین بشه، یعنی دوست دارم این چنین بشه. شما با من مخالفید مخالف باشید، حق شماست. ممنونم آقای دیاکو برای کارهای فنی امشب و روز دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا یا پاسیفیک در خدمتتون خواهیم بود. برقرار و پایدار باشید.